دوستان آشان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای حمید رفیع برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود و یادآوری میکنم که شما به رادیو عصر جدید گوش میدهید. آقای رفیع با سلام و درود بر آن خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. سلام خدمت شما آقای جوادزاده و شنوندگان شما. شما خواست با قرار بود با هم صحبت کنیم در رابطه با انتخابات، ولی قبل از اون من احساس کردم که یه چیزایی رو باید به قول هموطنان توضیح واضحات رو برای هموطنان تکرار کنم. بله، موضوعی هم که اعلام کردیم مسئله انتخابات فرداست که آقای نظام ولایت مطلقه فقیه قرار است از اون نماینده هاش یا کاندیده های که از صافی رد شدن و میدونیم که به نظرم میاد که مردم واقعی به این انتخابات نگذارن و شما پیش فازها ها و پیش زمینه هایی در این رابطه داشتید. ابتدا این پیش زمینه ها را با ما و باشندگان در میان بذارید و سپس به مسئله هستید. من خیلی سریع بعضی چیزها رو باید به هموطنان بگم که از بقول از نسل انقلاب که انقلاب رو پیروز کردن یه حرفایی داریم با این نسلی که بعد از انقلاب بودن. باید بهتون بگم که روش تحقیق و چون و چرا کردن یکی از روش هاییست که باید انجام داد. هر لحظه که شما عقلتون تعطیل شد به نام خصوصا به نام دین، این رشد امکان نداره. بنابراین استبداد میاد توی ذهن انسان ها. هر کاری رو میخواید بکنید باید تحقیق کنید و حتی حرفای منو باید چون و چرا بذارید و تحقیق کنید، حرف هر کسی رو، تا نذارید که بشه با دروغ و تهمت سانسور رو در جامعه برقرار کرد. این از صحبت اول. دومی این چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که در رابطه در جامعه ها دو دسته تجربه هستن. یه دسته از کسایی هستن که تجربه رو علامت رشد میدونن، شرکت میکنن در تجربه و شکست و نوید پیروزی های آینده میدونن. این افراد بعد از هر شکستی تجربه رو رها نمیکنن، ازش درس میگیرن، دنبال قوت ها و حفظ قوت هاشون میرن و از ضعف ها رو شناسایی میکنن و که علت شکست بودن و سعی میکنن که اون ضعف ها رو تصحیح و نابود کنن. این افراد رشد رو ممکن میکنن و ترقی رو ممکن میکنن. دسته دوم کسایی هستن که از تجربه میترسن. وقتی هم که تجربه رو شرکت میکنن در اولین شکست دنبال مقصر میگردن، بنابراین دنبال این نیستن که راه حلی برای ضعف‌ها و علت‌های شکست داشتن پیدا کنن. بنابراین نه تنها تجربه رو رها میکنن، دنبال و از مدت‌ها تجربه دیگه رو که شروع میکنن متوجه نیستن که اون ضعف‌ها که علت شکست قبل بود چون تصحیح نشده، چون نابود نشده، شکست دوباره تکرار میشه. و این افراد فقط دنبال این هستن که مقصر ببینن کیست، کی بوده، تقصیر کی بوده. و خب این مانع رشدن. امیدوارم در جامعه خودم که دسته اول باشن، اقلا در جمع سی که من باشن شانسشو داشتم باشن همکاری کنن تا امروز، این فکر ما بوده در اول، در دسته اول. سوم این که شما وقتی که میخواید و عمل کنید باید ببینید که چطوری میشه تجربه رو راه نکنید، شکست درس بگیرید. یه چیزایی باید در ذهنتون بسازید، یه اصولی رو باید قبول داشته باشید و این اصول وقتی میخواید قبول دارید، مثلا حقوق انسان رو قبول دارید، نباید اگر میخواید بدونید که اومدید و گفتید که این حقوق خوبه اما امروز باید میشه به خاطر دلایل زیر پا گذاشت، بدونید که به بر باورتون به زور اصالت دادید. وقتی که به استقلال و آزادی اعتقاد دارید، اگر اومدید گفتید تمامیت ایران در خطره، مثلا دشمنای خارجی وسیله نوکراشون و مزدوراشون در ایران دنبال تجزیه ایرانن، الان وقت اینی که مقابل استبداد بیستیم نیست، خواه داری اصل حقوق جامعه رو، حقوق ملی رو میبره زیر علامت سوال به عنوان یه قدرت خارجی که میخواد از طریق مزدوراش، اینجاست که لغزش به وجود میاد. زور اومده تو کله، میاد اصول میذاره زیر علامت سوال. یا یه کسی دیگه میاد میگه آقا این مردم انقدر خستن، انقدر زجر کشیدن که اگر مقابل پاسدارا زورشون کمه، اگر یه قدرت خارجی بیاد این پاسدارا رو خل سلا کنه و مردمتون نفس بکشن خیلی مراسی. خب آقا این اصل دخالت قدرت خارجی، باز قدرت خارجی دخالتش میخواد بده. اولا که این ببینید دروغ ها اینا چیه؟ دروغاش اینه که اولی وقتی که میگه ایران در خطره، مگه میشه جامعه ملی
هست در دست هم برای احیای حقوقشون با هم کنار هم باشن و چند تا موضوع به وسیله کمک خارجی بخواین ایران تایید کنه امکان نداره. اما بقای استبداد و طولانی شدن عمر استبداد فرصت میده به مزدورا به جامعه بباورونن که از هم نیستن، همبستگی دروغه و اون وقته که خطر هست. بنابراین یا دومی وقتی که میگه که ایرانی ها چه ناراحتن، خب آقا اگر قدرت خارجی اومد ایران اشغال کرد، تو که زور پاسدار نمیرسه به 10 برابر قوی تر او میرسه. داستان فردوسی رو فراموش کردی که ضحاک ایران ان ایرانی رو آوردن که جمشید دیوانه رو که به قول عاشق دیوانه قدرت شده بود و ببرن، بلایی که بر سر ایران نیامد. این اینا درسایی است که باید دونست. اما علامت های دیگه این بنانیشه غلط، یکیش همین که گفتم، یکیش ترس. میگن که آقا خطر این که ایران، این ترس علامت این که شما به زور تو باورتون اومده. یا تسلیم، وقتی شما گفتی من گفتی که مردم خسته شده، این تسلیم شدی، میگی که آقا تسلیم، من نمیخوام ادامه بدم، یکی دیگه از آسمون یا قدرت خارجی بیاد. تسلیم و ترس یکی از علامت های اصالت دادن به زوره. یکی دیگه از علامت هاش تهمت، دروغ، خشونت، اینا علامت هاییست که باید تو پندار ایرانی اگه میخواد نیک بشه باید اینا رو از خودش دور کنه. حالا میرسیم به بحث های دیگه هم هست که از این بعد برای میده گفتن، ولی یه چیزهای دیگه هم هست که امروز مطرحه. مثلا میگن آقا داره شما از من خواستی در مورد انتخابات بگم، سریع بگم. یه دمی ها میگن آقا این انتخابات دستاورد انقلاب 57. خب دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون انقلاب انتخابات دستاورد انقلاب مشروط است. پس انتخابات بوده در دوران قبل از انقلاب؟ بله بوده. بلا مصدق و مدرس و اینا در مجلس پیدا نمیشد، نمیامدن. و چطور بوده؟ چطور بودهش؟ این بوده که وقتی که انقلاب مشروط شد، حاکمیت ولایت رو خواستن به ملت بدن، به جمهور مردم بدن و از ولایت مطلقه شاه رو ازش بگیرن. و این اونجا رسید که محمد علی شاه خواست به مجلس به توپ بپنده و دوباره اون ادارت مطلقه رو برای خودش به دست بیاره که موفق نشد، ملت مقاومت کرد. بعد از کودتای رضا شاه علیه انقلاب، حضور نیروهای منتخبین مردم در مجلس محدود شد ولی نسبی بود. همین مدرس یکی از نمایندگان مردم بود در همون دوره و اینا تونستن با وجودی که اکثریت نبودن صدای ملت و از حقوق ملت دفاع کنن و ملت سعی میکرد در شرکت کردن انتخابات بتونه مانع این بشه که اون استبداد حاکم فقط آدمای خودشون نذاره در مجلس، تا زمان اینکه مصدق و ملت به شاه تحمیل کردن و گفتن ما میخوایم که مصدق نلی کردن نفت و آزادی انتخابات رو بذاره. این دو تا چهار مصدق بود. خب انتخابات آزاد برای چی؟ برای اینکه اون زمان همه نمایندگان مردم نمیتونستن بیان، اون دربار برای خودش آدمای خودش رو میخواست بذاره، بنابراین انتخابات آزاد نبود. مصدق میخواست این کار انجام بشه که فقط نمایندگان مردم در مجلس جا پیدا کنن. خب آقای شاه کودتا کرد به وسیله قدرت‌های خارجی با حمایت دستگاه استبداد دینی که اون زمان آقای کاشانی و امثال ایشون بودن و ولایت مطلقه برای خودش تعریف کرد و از اون پس دیگه حتی اجازه حضور یک اقلیت کوچکی از نمایندگان مردم مجلس نداد. ملت چی کار کرد؟ حالا میگن نسل انقلاب، نسل انقلاب. ملت تحریم کرد. گفت آقا جون ما در این انتخابات علکی جناب عزالی شرکت نمی کنم آقای شاه. جوری شد که سالها بعد که این انتخاباتی هم بود هیچ کس اصلا خبر نداشت که انتخابات هست. کاری هم نداشتن به اون انتخابات شاه. خودشون می آوردن، خودشون می آوردن. تا یه جوری که آقای شاه فهمود که این انتخاب من نمیتونم از هر حزب ایران، اون حزب رقیب ایران نوین هر دفعه بخوام به نفع حزب ایران نوین شکست بخوره. بنابراین برای حل مسئله تک حزبی رو پیشنهاد کرد. این شکست بود که جامعه ایرانی اون زمان به استبداد پهلوی فهموند. خب این راه حله. شما میخواید دسته اول باشید، دسته دوم، دسته ای بخواید باشید که از تجربه رو ادامه بدید، ول نکنید، از شکست ها دست بگیرید، شکست رو بد ندونید، نوید پیروزی های آینده بدونید. خب از اون نسل باید یاد بگیرید.
خب آقای مردم دوستانی که رأی میدید به چی رأی میدید؟ میگن تمرین دموکراسی میکنن. تمرین دموکراسی این نیست. تمرین دموکراسی یعنی حق هم کو میان آقای دستگاه آقای این اومدن مثلا بقل تحصیل کردن به نام دین. آقای باید به این دستگاه روحانیت که آقای روحانیت شما اون دینی که قبل از انقلاب تعریف میکردید توش حقوق نبود، این چجور اشرف مخلوقاتی است که تمام فرشتگان مقابلش تزانو میزنن و خداوند میگه که مسئول اعمال هر کس خود شخص است، اما این برای شما جناب از دستگاه هیچ انسان حقوق ندارد. من میشم چنین چیزی؟ شما قبل از انقلاب و سالها تعظیم تسلیم شدن رو تبلیغ میکردید، ازور رو به عنوان اصالت میدادید بهش به نام دین. نمیخواهید انقلاب کنید در باور دینی؟ نمیبینید که از توی این دستگاه آدمی میاد مثل رئیسی بیرون که امروز شد رئیس قوه قضاییه که بقول آیت الله منتظری در تاریخ اسمش خواهد اومد به عنوان یکی از بزرگترین جنایتکارا؟ خب وقتی شما اینا رو میدونید، وقتی اینا رو میبینید باید عمل کنید، بگه حقم کو، نه اینکه تمرین دموکراسی اینه. حقم کو نمیخوام، از تجربه دست گرفتم جا نسلای قبل با تحریم فهموندن که حقوق دارن و تا به دست آوردن حقوقشون اجازه نمیدن به استبداد بازیشون بگیره و وسیلهشون کنه. باید جامعه ایرانی بدونه که مثلا دین وسیلهشه، هر کسی به اندازه علمی که داره از اون وسیله استفاده میکنه، بهتره که بیشتر یاد بگیره، بیشتر ازش استفاده کنه، اما هیچ وقت نباید وسیله خود دینش بشه. اینا علمایست که انسان داره پیدا میکنه برای اینکه تصمیم درست بگیره. امروز ما اگه میخوایم عمل بکنیم برای جامعه تجربه، باید همون تجربه انقلاب مشروطه رو ادامه بدیم، با انقلاب 57 اون چیزی که آموختیم اداره شکست‌ها رو بشناسیم، ببینیم علتاش چی بود، درس بگیریم، یاد بگیریم، بریم جلو. یکی از اون عملها اینه که آقا من حقوق دارم، من یک ایرانی ام دارای حقوق برابر از هر جنسیت، قومیت، جنس و دین یا مرام هستم، که این حقوق ما برای این جنسیت و قومیت و دین یا مرامه و این احیای حقوق رو میخوام. خب وقتی رفتی گفتی این خواستی هم با هم دسته میشه، کی تو ایران نمیخواد این حقوق؟ حتی اون پاسدار که وسیلش کردن برای سرکوب ملت خودش اون حقوق رو میخواد. باید بهش گفت آقا طبیعت ایران حقوق داره، اون از حقوق انسان جدا نیست. باید بهش گفت خارجی رو نکن محور، نگو که قدرت خارجی میخواد ایران تجزیه کنه آی یا قدرت خارجی بیاد ایران رو آزاد کنه. بگو من حقوق ملیم چیست در رابطه با او، بگو من چه حقوق با این حقوق میخوام همبسته احیا کنم، حقوقم رو به عنوان بشر و شهروند حقوقم رو میخوام و به استبداد میگم نه، که و به قدرت‌های خارجی و نوکراشون هم میگم نه. نمیدونم چقدر وقت دارم آیه آزاده، ولی خواسته بودم این مطالب رو در رابطه با انتخابات و صحبت‌هایی که داشتم در رابطه با روش تحقیق، روش چون و چرا کردن، روش سانسور شکستن، روش ادامه تجربه، درس گرفتن از تجربه و چرا باید در انتخابات رأی نداد گفتن اون گفته باشم. نمیدونم وقتم چقدر آقای وقت به اندازه 20 دقیقه وقت داری؟ چقدر؟ 20 دقیقه. خب من ببینید یه چیزایی رو بس بگم. ببینید وقتی که میخواییم شما وقتی که میخواید که عمل کنید باید مثلا بگید که من دارای حقوقم، این حقوق یعنی چی؟ باید از خود بپرسی. میگی من مسلمانم، باید بپرسی یعنی چی مسلمانم؟ چی یعنی چی مسلمانم؟ پدرم مسلمان بوده، مادرم مسلمان، پس من مسلمانم. اینجوریه که بگی که تو اون دین وسیله تو نمیشه، که تو یه چیزی ارثی به دستت رسیده، نمیدونی هم برای چی به دست رسیده. انسانی که میخوای آزاد باشه باید هر چیزی رو ازش خودش سوال بکنه، این چیه، چرا؟ جواب پیدا نکرد تحقیق کنه. دین وقتی گفتم وسیله است، باید بپرسی خدا برای چی این وسیله به انسان داده، به چه دادش میخوره؟ میگه از حق دفاع کنه. حق چیه؟ وقتی حضرت علی میگه که انسان رو با حق بسنج، حق رو با انسان نسنج، این حق چیه که من باید باش بسنجم؟ حقوقم چیه؟
همه اینا رو اگر شما نرید دنبالش تحقیق نکنید، بازیچه استبداد میشید یا خودتون وسیله استبداد میشید، وسیله ظلم میشید، ظلم به خودتون و ظلم به جامعه، ظلم به طبیعتتون. و خب یه جایی باید برگرد. ما ایرانی ها کسایی هستیم که میگیم پندار و کردار و گفتار نیک. خب پندار نیک چیه؟ یعنی اینکه زور رو بهش اصالت ندی، یعنی بگی حقوق دارم، یعنی اینکه بگی وقتی ایرم رأی میدم از حقی که دارم استفاده میکنم. وقتی که حق و حق رأی دادن حق نیست، حق تصمیم گیری حقه که نماینده من به نام من حق تصمیم داشته باشه. آقای خمینی در پاریس میگفت میزان رأی مردم است. خب بعدش که سر روز کودتا فرمود 35 میلیون هم بگید بله من میگم نه اعدام ها رو شروع کرد. بعد شروع کرد برای آدم ها به اسم مرامشون حقوق های مختلف تعریف کردن. این اون کمونیسته، اون یک چیز دیگه است. هر کی رو یه بچه‌ست بهش زد حقوق های مختلف تعریف کرد برای اینکه بتونه زیر پا بذاره حقوق انسان رو. انسان ها دارای حقوق برابرن. بنابراین که میره رأی میدی بگو حقم کو، دارم حق تصمیم، حق برابر دارم یا هموطنی هست که این حق رو نداره؟ اگه نداره منم ندارم، اگه ندارم هر دومون باید این حقوق به دست بیاریم. بنابراین حق خودی و غیر خودی دروغه. یه دمیان میگه آقا ما اگر این کار رو که شما میگید حرفای قشنگه، ولی خب اون فلان کس خیلی وحشتناک بده، این یکی یه سر کمتر بده. خب شما آقا میگه داور مسابقه بین بد و بدتری میگه، بعدم اینا بعدم کشورتو بدتر میکنه، تازه اونم دروغه. بدتر که نمرده که، اونجا سر تو اون رضامه، تو از یه جایی میذارنش یه جای دیگه. همین آقای رئیسی از کاندیدای ریاست جمهوری شوهرش داشتن کردن رئیس قوه قضاییه. اینا دروغ. اینا وقتی شما میتونی بگی که من دیگه حقم کو، حق همه برابره، اونجا میری میرای میدی به عنوان کسی که دارای حقوقه، به دیگریان هم کسی هم نیست که ازش سلب شده باشه این حقوق، مطمئنی، اون وقت میری اونجا میگی من این حق تسلیم گیری رو برای موقت به این شرایط به این شخص میدم، تا اینکه یه روزی بتوانیم همه به خیلی از مسائل مستقیما در تصمیم گیری شرکت کنیم. چون همین توی این فرانسه امروز صحبت از دموکراسی مستقیمه، میگن دموکراسی پارلمانی به انتهاش رسیده، باید قسمتی از تصمیم ها رو خود جامعه بتونه مستقیما در دخالت در تصمیم گیریش مستقیم تصمیم بگیره، نه فقط از طریق نماینده هاش. بنابراین باید این حقوق به وجود بیاد، احیا بشه، و اون وقت بله البته. بنابراین فراموش نکنید، من به تو میگم این انقلاب انتخابات همین وسیله تفویض حق تصمیم از انقلاب مشروط است. دروغه که میگن انقلاب 57 دستاوردشه. این جامعه ایرانی اون زمان شاه رو به ستوه آورد با تحریم. وقتی که شاه تصمیم گرفت ولایت مطلقه برای خودش تعریف کنه و مرد اجازه نده که نمایندگان مردم وارد مجلس بشن، این آقای ولایت مطلقه فقیه هم وقتی که ولایت مطلقه گرفت، اگه از روز اول که این تصمیم گرفت، حتی آقا همون روز اولش با آقای خمینی که گفت 35 میلیون تو میگویم بله میگفتیم، میگن من یا یادتونش پایین میگفتیم ما آوردیم باردیمت بالا، تو به ما میگی که حقوق نداریم بیا پایین، الان 40 سال جلوتر بودیم. ولی هر روزی هم زودتر این عملو بکنیم جلو میفتیم. باشه که از گروه اول باشیم، از گروه کسانی که تجربه رو رها نمیکنن، درس میگیرن از شکست، شکست رو بد نمیدونن، دنبال مقصر نمیرن، برعکس ضعف ها رو شناسایی میکنن. خیلی مهمه این مسئله. و دسته دوم نباشیم که دنبال مقصر بگردیم، بگیم آی کسایی که انقلاب کردید، آی کسایی که چی چیز کردید، یا آی که قدرت‌های خارجی به قول قدیمی یا دایجان و پلو میگفتن انگلیس ها چرا کردن. دنبال این باشیم که ضعف ها کجاست که دیگران قدرت‌های خارجی ازش استفاده میکنن. بنابراین با ماست که اون ضعف ها رو از بین ببریم تا شکست های امروز نوید پیروزی های آینده رو بده.
اینا دلایلی بود که من خواستم امشب با شما در میون بذارم، برای خاطر اینکه فکر میکردم بتونه کمکی باشه برای این کسایی که میخوان تصمیم بگیرن برن رای بدن یا ندن، یا بپرسن از خودشون چه فایده‌ای داره، از کی میگه فایده‌ای داره. بهشون یه یادآوری کردم از فایده هایی که داشته. حالا میشه از الجزایر صحبت کرد، از کشورهای دیگه صحبت کرد که چه نتیجه هایی داشته تحریم، ولی خواستم بفهمم چرا تحریم. برای اینکه همین حقم کو، نه رایم کو، حقم کو. و من خواستم همین صحبت ها رو با شما امشب در میون گذاشته باشم. امیدوارم پر حرفی زیاد نکردم. شما اگه سوالی دارید با کمال میل. بعضی از هموطنان برای این باورن که برای اینکه به یک دموکراسی پایدار برسیم تنها راه رهایی پای صندوق های رای است، و چون راه دیگری جز انتخاب میان بد و بدتر وجود نداره، ما مجبوریم به همین انتخاباتی که نظام ترتیب میدهد بسنده کنیم. از دید اونا میگن که خب چاره جز این نداریم، و کسانی هم هستن که برای ما نسخه میپیچن و این نسخه را به درد جامعه ما نمیخورد. حالا اون بعضی اینا در گیر کردن، همونطور که شما اشاره کردید، ما بارها گفتیم که انتخابات حق نیست، بلکه داشتن یک نظام حق مدار حق هست، ولی یک نوع گیر دارن این چنین افرادی. اگر بشه از زاویه حق به این انتخاب و انتخابات نگاه کنیم، شما نظرتون در رابطه به این نوع افراد چی هست؟ خب ما اولا به شما بگم، اولا که کسایی که میگن نسخه ننویسید، به چون وان اگر نسخه ننویسید، من خودشون نسخه ننویسم. اونایی که این حرفان رو میزنن که باید ضعف رای داد، خب اونا نسخه دارن مینویسن دیگه. حالا منهای اون گفتم یه دوتا علامت استادن سر اصول، وقتی که شما اومدی این اصول رو خواستی بگی، حالا حق با شماست ولی ایران در خطره، یا حق شماست من چاره جزی ندارم بین بد و بدتر، یعنی تسلیم، این علامت استالت دادن به زوره. آقایان دوستان عزیز، حقوقتون رو حفظ کنید، خودتون حفظ کنید، حق تسلیم گیری ازتون گرفتن. شما حتی اون آقایی که انتخاب میکنی یا خانمی که انتخاب میکنید کاری نمیتونه بکنه. همین آقای متحری که شما انتخابش کردید که رفته بود مجلس، حتی نایب رئیس شده بود، میگن یه جمله گفتی که فلان کس، آقای یزدی، ابراهیم یزدی، باهاش بدرفتاری شده یا چیزی غیر از این، همونچی که خودش مدعی شده، محرومش کردن. آخه این چه نظامیه؟ کی تصمیم میگیره؟ شما تصمیم گرفتید؟ نه. پس کی تصمیم میگیره؟ کسای دیگه. شما کاری نیستید. چرا خودتون رو به خودتون توهین میکنید؟ مگه زمان شاه، مگه مردم دستشون کج بود برن شرکت کنن؟ مگه عقلشون به اندازه علانیا نمیرسید؟ چرا میرسید؟ اون وقتی که شاه بعد از کودتای 28 مرداد ولایت مطلقه برای خودش تعریف کرد و گفتش که نماینده های کسایی که معرف نماینده خاص مردم هستن نمیتونن تو مجلس برن، چون از حقوق ملی نمیخواست دفاع کنه، چون منافع قدرت های خارجی. من یه نمونه بگم، داستان ملی کردن نفت از چی شروع شد؟ از این شروع شد که یه نماینده حزب توده بلند شد در مجلس، گفت برای در ایجاد تعادل، حالا که نفت جنوب رو دادیم به انگلیس ها، نفت شمال هم بدیم به روس ها. مصدق در اونجا بلند شد و گفت وقتی دست راستمو قطع کردن، دست چپمو قطع نمیکنم برای تعادل. از اون یه دستی که مونده، اون یکی دستی که ازم جدا کردن بر میگردونن سر جاش. اینا بودن نمایندگانی که حقوق ملی رو ارزش میدونستن و قدرت های خارجی رو از محور نمی کردن. میگن نماینده ملی یعنی چی؟ یعنی دفاع از حقوق ملی رو محور تصمیمشون میدونستن، نه دخالت دادن قدرت خارجی رو. نمیگفتن از مرگ بر دشمن خارجی، یا ما نباید با قدرت های خارجی در بیفتیم مثل شاه یا اینا که امروز در محور میکنن. خب آقای محترم، اینا بس وجود داشته، این ملت این کارو کردن. شما که میگید این میگید سعی بدید شرکت کنید تنها راهیتونه، نه راهیتون نیست، دروغ میگید به خودتون، تسلیم شدید. اونایی که این حرفو میزنن آدمایی هستن که تسلیم شدن. تسلیم شدن یعنی که همون علامتی گفتم، یا
یا ترس یا تسلیم، اینا یه محور کردن زوره تو انتخاب، ولی اصل اون اصول میخواد نبینه چون وجدانش اذیتش میکنه، میدونه که اشتباه میکنه. حالا این خواهد دارم پاسخ سوالتون دادم یا نه؟ اگر دادم، اگر ندادم بهم به نکته بگید که کجاش بیشتر توضیح بدم. امیدوارم که اونها که این چنین برداشتی دارن راضی باشد. خب در هر حال از اونجا که اولا که حالا من یه چیزی که شما میخواستم بگم این که شما که گفتید همون هر کسی از خودش پرسه حق چیه، حق آدم، حق تصمیم گیریه. حق تصمیم گیری رو شما از تون سلب کردن، شما میدید چی بره بگید با این رأی دادنتون؟ بگید من حق نداشتم رأی بدم؟ بعد وقت از خود بپرسی این حق رو همه دارن؟ نه همه ندارن. همین آقای مطهری نداره دیگه، امروز از امروز به بعد، تا دیروز داشت امروز نداره. همین آقای مطهری اگر 40 سال پیش در کودتا علیه انقلاب شرکت نمی کرد این بلا سر خودش هم نمی آمد. منهای از این آدم ها زیادن، کسایی که در کودتا علیه انقلاب شرکت کردن، رأی میزان قول خمینی میزان رأی مردم بود، با این انقلاب شد. بعد گفت 35 میلیون بگید بله، من میگم نه، با این کودتا شد. از اون روزم اعلام کردن که دیگه به نام خدا و به نام چی، خب خدا کمرتون رو بزنه، شما دروغ میگید. خدا وسیله که داده انسان که با اون اجازه نده هیچ زوری بهش تو حقوقش لطمه بزنه، شما منکر اون حقوقید. حالا بنابراین هر کسی که میخواد بگه حقم کو و حقوقم کو، میره جز دسته اول، و اگه هم بخواد بمونه فراموش نکنه باید به اصولش وفادار بمونه. هر روزی که خواست این اصول رو بذاره، حقوق انسان و حقوق طبیعت و آزادی و استقلال رو ببره زیر علامت سوال، بگه باید کوتاه آمد، باید منطقی، باید واقع بین بود، و خواست باج بده به استبداد بدونی که تسلیم شده و بدونی که استبداد نه تنها یه قدم عقب رو نمیره، 10 قدم یا جلو باید بیسته محکم بگه حقم کو و احیا خواهم کردیم حقوقو، و دنبال هم بکردیم همه این حقوق باید داشته باشن تو ایران. همون پاسدارا هم باید داشته باشن، بسیجی هم باید داشته باشن. هیچ کس از هیچ قومیتی نمیتونه بگه تو ایران من این حقوق برابر ندارم، همه دار خواهند داشت. برای این مبارزه کنیم، برای همین وقت در اون انتخابات آینده که ایران آرایان آزاد، البته نمایندگان مردم با خواست ملت ایران در مجلس خواهند بود، و در اون زمان باید که در خیلی از مسائل خود ملت مستقیم حق تصمیم گیری داشته باشه، و هر نمایندهی که به مردمش قولی هایی داده و در مجلس بخواد خلاف اونا رو عمل کنه باید جواب پس بده. این کارا رو که بکنیم اون فردای آیندهی روشن میکنیم. باید از تجربه های امروز یاد بگیریم، شکست ها رو بررسی کنیم، ضعف ها رو پیدا کنیم، تصحیح کنیم، نابود کنیم. اشتباهات 40 سال پیش رو نگران نکنیم. بعضیا که میان میگن آخوندها رو بخواید همه جا به دار بکشیم، همین حرفا رو در مورد ارتشای شاه زدن و متاسفانه کردن. این دروغ ها، این چرت و پرت ها رو بذارن کنار، این اصلش رو به زوره. میگه زور ندارم، ولی وقت وای به حالت که روزی به زور برسم. خب تو میشه همین که الان هستن دیگه. اگه گفتی فردا همه حقوق خواهند داشت برابر، هیچ کس بهش ظلم نخواهد شد، خب یه نویدی میدی به یه آیندهی که پندار نیک جای پندار زورپرستی گرفته. اونجا رأی تو میزان داره، معلومه برای چیه. نمایندگان تو معرف یه چیز اصولی هم، نه مثل امروز. امروز معرف چی هم؟ معرف استبداد هم. باید تضمین بدن که ولایت مطلقه وفادار هم. هر خیانتی رو حق دارن بکنن، به شما ملت هم حق ندارید هیچی بپرسید. خب بگید نه اما حقمو میخوام، نمیرم به تو رأی نمیدم، به تو بیعت نمی کنم. تا انشالله هست در دست هم استبداد و هم تو ذهنیت، و اینکه تو ذهنیت اگر یوزدن نبردش نمیتونی در عینیت از بین ببریش، در ذهنیت و در عینیت نابود کنیم برای همیشه، تا اینکه ایران از ریشه های استبدادی که داشته، که یک شاهنشاهی بوده که ضعیف شده، یکیش دستگاه استبداد دینی بود که به نام دین استبداد رو تو کله مردم میکرده، امروز مقابل مردمه، و عبور از اون اگر با تصحیح باورها باشه، انقلاب در باورها باشه، نوید آینده خیلی خوب میده.
اینم بدونید که استبداد شاه رفت، دیدن این یکی ریشه ممکن شد. میتونستیم جوری دیگه باهاش برخورد کنیم؟ بله، اگه خیانت ها نمیشد. ولی خب خیانت ها شد. به جای تجربه رو ول کردن باید شکست بررسی کرد، نگیدیش که کارا باید میشد نشده، چه ضعف هایی داشتیم، چرا گوش نکردیم، چرا بعضی زمان فرصت ها از دست دادیم، چه ضعف هایی داریم، تصحیح کنیم آینده این ضعف ها دل شکست های آیندگی شکل به ما نوید ندن، برعکس تصحیح این ترس گرفتن از اونا نوید پیروزی های آینده رو بدن. بنابراین از تجربه نسل زمان شاه بیاموزید. اونا شار به زانو در آوردن، این شماست که از اون با اون دست گرفته از اونا با دست گرفتن تجربه که خودتون کردید. امروز 40 ساله که دارید میره زنی میدید، ببینید چی با این خوب و بد و بدتری که کردید چی به دست آوردید جز بدتر شدن. بعد هم ببینید که تسلیمید یا ترسیدید. اگر نه تسلیمید نه ترسیدید، میتونید باور کنید که دجا فعینی تا حالا یه عمل قدم خوب برداشتید. تسلیم بودن و ترسیدن از خودتون دور کنید. اینا چیزهاییست که من امیدوارم تونسته باشم به شما شنوندگانتون گفته باشم. همه حرفای منم باید برد رفت و علامت سوال گذاشت روی رفتش، تحقیق کرد چونه چرا کرد و الا فایده نداره. هر حرف هر کسی رو میشنوید، گفتم اون جمله خیلی زیباییست که از حضرت علی علیه السلام گفته میشه، انسان رو با حق بسنجید، حق رو با انسان نسنجید. حقم ببینید چیه. این کتاب حقوق پنجگانه آقای بنی صدر چیز خیلی کمک خوبی است برای شما. بگاش کنید و چونه چراش کنید، زیرا هم از سوال ببریدش و اگر چیزای خوب توش هست استفاده کنید. خیلی ممنون. به عنوان آخرین سوال، آنطوری که بوش میاد در واقع به نظر میرسه و خود این رژیم هم یک آمارگیری مخفی کرده محاسبات مخفی، بیش از 80% به این انتخاباتی که رژیم ترتیب داده شرکت نخواهند کرد. و من امروز کلیپی از دوستان به دستمون رسید که خود مردم، این نمایندگانی که از صافی شورای نگهبان و رد شده بودن، یکی به یکی در همه جا اینا رو پاره میکردن. یعنی دیگر اعتراض به این شکل، یعنی که ما این انتخابات رو نمیخوایم، بهترین نوع اعتراض بود. اما از جای دیگه میبینیم ویروس کرونا وارد ایران شده و ده ها نفر را کشته. این احتمال وجود داره که این نظام این انتخابات را ملغا کنه و بگه که به خاطر اینکه این ویروس اومده و ما تا فردا ملغا میکنیم، یا اینکه مردم شرکت نکردن، یه بهانه‌ای به دست بیاره برای باز توضیح کردن اعمال خود. حالا ببینید شما فردا حتی رژیم هم بازنمو کنه یه عده زیادی شرکت کردن یا نکردن مهم نیست. مهم اینه که خود مردم از خودشون برسن برای چی رفتن برای چی نرفتن. وقتی کسی که رفته من رفتم، یه دم گفتن که ما نرفتیم چون بازنده باخت خواستیم بکنیم. ما از آقای خامنه‌ای خواسته بودیم برد برد، یعنی هم شما باشید هم ما، ولی ایشون تصمیم گرفت که ما را، یعنی اصلاح طلبا رو از صحنه خارج کنه. شد تقریبا ما گفت برد برای خودش، باخت برای ما. حالا ما شرکت نمی‌کنیم، می‌خوایم باخت باخت بشه. اینا زوره. حقوق کجاست؟ باخت و برد چیه؟ حقم کو؟ حقوقم کو؟ من گفتم حقوق برابر برای همه است. اگر یک کسی نداشت بدون دروغه. بنابراین وقتی که مردم خودشون فهمیدن از برای چی مبارزه دارن میکنن، برای چی هستن و چی میخوان، 100% جامعه میخواد حقوقشو، جز یه عده کمی که انقدر مسخ منافعشون شدن که از انسانیتشون خارج شدن. ولی اکثریت جامعه، اونه که هنوز یه ذره وجدان دارن، وقتی بفهمن که مبارزه سر حقوقشونه، اینا دشمنای خارجی نیستن، اینا مردم ایرانن، حقوقشون رو میخوان، حقشون رو میخوان، خب معلومه پیروز میشن. و اکثر رژیم همه کار خواهد کرد. بتونه بگم اگر آخوندها 40 ساله که سر کارن، علم حیلگریشون و حقبازیشون و فریب ما جامعهشون همیشه بوده، نه چیز جدیدی نیست. اینا قرنها به نام دین ضد دین رو تبلیغ کردن،
آدم های خیلی از این لحاظ از تخریب خیلی قوی هست، فریبشون هم میتونن بدن تا آخرین لحظه، دنبال به هر تاکتیکی هستن، حتی ممکنه وانمود هم کنن، چاموش شما گفتید همه به خاطر مریضی نمیان تو خیابونا از ترس مریضی، یا اصلا خودشون اعلام کنن که به خاطر اینکه هیچ کس مریض نشه هیچ کس خیابونا نیاد و وانمود کنن که تحریم نیست. مسئله اون نیست، مسئله اینکه خود مردم بدونن که چه تصمیمی گرفتن و ادامهش بدن. چهار سال به چهار سال که نیست که مبارزه که بگیم هر وقتی انتخابات میشه چه باید که این حقمو میخوام باید بری تا آخرش. خانه شاهنشاهی رو عبور کردی، خانه دستگاه استبداد دینی برای آزاد کردن دین از استبداد از زورپرستی رو باید بگذرونی تا باور ایرانی از زور رو از تسلیم و ترس و دروغ و تهمت و اینا پاک بشه. اون زمان که این خانم عبور کردی تازه خانه بزرگتر منتظر میمونه. من به این هموطنها بگم رستم که شدیم از این خان عبور کردیم، خانه بعدی بزرگتره، اون بازسازی کشوره. چنان پدری از این کشور در آوردن از زمین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که بازسازیش رستم های خیلی حسابی میخواد. خانه بعدی آخرین خان خواهد بود. خانه بعدی من در رابطه با حبخان رستم دارم میگم. فکر نکنی اینو، این مهمه. بنابراین شما آقای توازده عزیز باید سوال اینجوری بکنی، آیا مردم ایران فهمیدن که راه حل کدومه چیست و حقوقشون رو میخوان یا نمیخوان؟ اگر میخوان قصه اینه که رژیم برای این انتخابات چه حیله هایی خواهد خواهد زد نخوریم، شاد باشیم از اینکه جامعه عمل خواهد کرد در رابطه با احیای حقوقش و پیروزی رو به دست خواهد آورد با از بین بردن استبداد. مرسی، تحمل شما. خیلی ممنون، امیدوارم که چنین باشه و مردم به حق و حقوق خودشون واقف بشن و به حق عمل بکنن و به یک نظام حق مدار برسن. پاسپاس ان شاء الله، ان شاء الله موفق باشید. مرسی، پاسپاس شما که با ما بودید. شبتون بخیر. خدا حافظ.